در حالی که شماری از جوانان افغان خواب پناهجویی در کشورهای اروپا را در سر می پرورانند، برخی جوانان از حکومت می خواهند تا در تصامیم حکومتی و پروسه صلح برایشان نقش فعال داده شود. مؤسسه اندیشه‌وران که متشکل از ده ها جوان می باشد، روز سه‌شنبه در کابل از حکومت و سازمان های بین المللی خواست تا سهم جوانان در تامین صلح و امنیت را مشخص نمایند. علی فایز، یک تن از مسئولین این مؤسسه، می گوید که جوانان اکثریت نفوذی این کشور را تشکیل می دهد و با توانایی و افکار جدیدشان می توانند در پروسه صلح مثمر تمام شوند. خواست مشخص داریم که این اولش سهمگیری و رهبری جوانان در موضوعات مربوط به صلح و امنیت است. ما قشر جوانان بیشتر از هر قشر دیگر عهده‌دار گذار از منازع، مبارزه با خشونت و ایجاد صلح هستیم، اما هنوز تلاش‌های ما نادیده گرفته شده است. ما از نهادهای پالیسی ساز تقاضا می‌کنیم تا مکانیزم معنادار برای مشارکت و در نظر گرفتن نقش جوانان در تصمیم گیری و پالیسی سازی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی طراحی نمایند. این جوانان قطعنامه‌ای را در آمان با منظور اشتراک در پروسه صلح و امنیت جهان تصویب کرده و از حکومت می‌خواهند تا با در نظر داشته آن زمینه مناسب را برای جوانان افغان فراهم سازد. کمال سادات، معین جوانان وزارت لاد فرهنگ افغانستان، از این اقدام جوانان استقبال کرده می‌گوید که جوانان افغان در تامین صلح و امنیت نقش برجسته‌ای را بازی کرده می توانند. او از جوانان خواست تا با استفاده از رسانه‌های اجتماعی این وظیفه وجدانیشان را ادا کنند. معینیت امور جوانان، از شما جوانان می خواهند که برآوردن صلح که یک مسئولیت اسلامی، مذهبی، فرهنگی و مسئولیت انسانی ما و شما است، باید شب و روز کار کنیم که صاحب صلح و امنیت سرتاسری افغانستان شویم. در این حال حکومت افغانستان بر پابرجا بودن تعهدات قبلیشان در خصوص جوانان تاکید کرده می گوید که گزینش جوانان در پست‌های دولتی تا کنون نماینده کاهش فساد اداری بوده است. مصطفی، مشاور فرهنگی احمد ضیا مسعود، نماینده خاص رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب، میگوید که بدون سهم دادن به جوانان افغان در پروسه صلح و سایر بخش ها پیشرفت هایی به دست نخواهد آمد. تعهد دولت مردا و رهبرای حکومت وحدت ملی خوشبختانه بر جوانگرایی است و ای که اداره ملکی افغانستان و اداره قضای افغانستان به جوانان واگذار کنند، این تعهد کماکان و با قوتش به جای خود باقی است. آقای مصطفی از مردم میخواهد تا همواره حکومت و نیروهای امنیتیشان را حمایت کنند، چون این کار مردم در پیشرفت کشور مفید وارد شده میتواند. معینیت جوانان وزارت لاد فرهنگ افغانستان از جوانان افغان میخواهد تا از فرار به خارج دست کشیده و در تامین امنیت و صلح و آبادی کشورشان تلاش کنند.